صلى الله عليه وعلى أهل بيته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفه که افضل ما سلیت على احد من اولیائک تقدیم به روح مقدس و متحر سامن الهجج علی ابن موسرزا صلوات دیگری هدیه فرمید عنوان سخن ما سیری در معارف رزوی بود عرض کردیم مجموعه روایاتی که از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا علیه ما سلام الله برای ما به یادگار مانده است حدود 2400 حدیث در موضوعات مختلف مسائل اعتقادی توحید امامت اخلاقیات فضائل اهل بیت مناظرات توسط سی سد و راوی از امام رضا علیه السلام روایتی رو تقدیم محضر عزیزان کردم که ان امروز در آخرین فرصتی که داریم این حدیث رو به پایان ببریم امام علیه السلام نشانه های کمال خرد در یک مسلمان رو بیان فرمودند ده نشانه نشانه کمال خرد یک مسلمان لا یتمو حضرت فرمودن لا یتمو عقل امر ان مسلم خرد یک مسلمان به کمال نمی رسد مگر اینکه ده ویژگی داشته باشد این حدیث در همه منابع قدیمی ما آمده از جمله در همین مسند الامام الرضا علیه السلام مرحوم آقای اتارودی که از مسادر قدیمیشون نقل کردن رزوان الله علیه خرد انسان مسلمان به کمال نمی رسد مگر اینکه ده نشانه در او باشد یک الخیر من هم معمول. مردم به خیر او امیدوار باشند دوم الشر من هم امون مردم از شر او در امان باشن مسلمانی عقل و خردش به کمال رسیده است که مردم از شرش در امان باشند. اگر مردم همیشه نگران آسی برسانی ما و شر ما باشن ما به تعبیر امام رضا علیه السلام نشانه کمال خرد رو نداریم اجازه بدید یه جمله اینجا اضافه کنم در محضر نورانی امام رضا علیه السلام شما زائرین مجاورین میخواید پابوس امام رضا مشرف بشید آداب زیارت رو حتما قبل از تشرف بخوانید زائرین مجاورین تو همین مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه ببینید حدود سی تا ادب از آداب زیارت امام حسین علیه آداب زیارت ائمه علیهم السلام هر امامی از جمله امام رضا علیه السلام قبل از تشرف این آداب زیارت رو بخونیم اولین ادب من فقط یه جمله رو میخوام بگم به مناسبت بحث خودم اولین ادب از آداب زیارت چیه آدم وقتی وارد حرم شد حالا قبل از ورود به حرم یا آدابی داره باید غسل کنه غسل زیارت لباس های خوبش رو بپوشه اتر بزنه البته در خانم ها نه در آیون خانم ها اتر استفاده کنن بیرون خانه جایز نیست حتی بعضی از فقها ها فتوا می دادن. اگر زنی از اتر استفاده کرد و از خانه بیرون آمد وقتی برگشت باید غسل کنه تا پاک بشه فتوای بعضی از فقها الان هم جز غسلای مستحبه ولی بعضی از فقها بودن واجب میدانستن اگر زنی اتری زد و بیرون خانه آمد باید وقتی برگشت غسل کنه حتی در مورد خانم ها گفتن لباس هاشون در هنگام زیارت لباس هایی نباشه که جلب توجه و لباس تمیز باشه قسن زیارت خوبه آدم بدنش بوی بدنش دیگران رو آزار نده مخصوصا تو فصل گرما تابستان آدم میاد حریم امام رضا علیه السلام حرم امام رضا حتما اگه میتونه در هر زیارتی با غسل زیارت مشرف بشه لباس تمیز بپوشه آزار نده زائرین و مجاورین رو اما در مورد خانما گفتن لباس ها جذاب نباشه لباس های ساده باشه مثل همین لباسهایی که الان میبینید اطراف حرم امام رضا علیه السلام خانم ها میپوشن که بعضیش واقعا جای تعاسف داره امیدوارم آقا امام رضا علیه السلام ما رو ببخشه واقعا خیلی سنگینه آدم میاد زیارت امام ببینید تو آداب زیارت محدث قومی تو همین مفاتی ببینید آداب زیارت نوشتن خانم وقتی میان زیارت با یه لباس ساده بیان لباس جلب توجه نکنه جذاب نباشه عروسی که نمیریم جشن که نمیریم زیارت امام میریم آرایش که نمیخواد اترود کلان که نمیخواد اما لباس تمیز باشه غسل کرد اینا قبل از زیارت غسل کنه اینا رایت بکنه ولی وقتی وارد حرم شد اولین ادب همه میدانید ازن دخوله ازن دخول یعنی چی اجازه بگیریم و اجازه بگیریم یعنی چی؟ یعنی همین بیستیم اونجا این از ندخولی که تو مفاتیح نوشته تون تون بخونیم و سرمون زیر بندازیم بریم اللهم اینی و غفت باب من ابواب بیوت نبی یک و منعت الناس ان یدخلو الا به اذنه تا آخر ادخلو یا الله ادخلو یا رسول الله ادخلو یا ملا ادخلو یا بریم سرمون زیر بندازیم بریم این شد از ندخول کاری نداره که خودم میخونه تونتون میخونه حواسش هم جای دیگه است ازن دخول رو ببینید محدث قومی رزوان و معنا کردن فرمودن مواظب باشیم واقعا باور بکنیم امام رضا علیه السلام به ما میگه خوش آمدید چجوری باور کنیم امام رضا با ما سخن میگه چجوری باور کنیم به باطنمون رجوع کنیم به قلبمون رجوع کنیم بگذارید من یه داستانی بگم خیلی پیچیدهش نکنم با این مثال با این داستان مسئله روشن بشه الان ما هر کسی همه زائرین وقتی میخوان مشرف بشن بالاخره حرم درش باز دیگه سرمون زیر میندازیم میریم شالا امام به همه عنایت داره ولی مواظب باشیم اگه بخوایم باطن زیارت رو به دست بیاریم با این داستان روشن میشه نام علی ابن یقتین رو فراوان شنیدید علی ابن یقتین از بهترین اصحاب آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما هست به اجازه یا به امر آقا موسی جعفر رفت تو دربار هارون الرشید با اجازه امام رفت و الا کسی نباید بره کمک زلمه آقا فرمودن تو برو اونجا به شیعیان خدمت کن علی ابن یقتین از طرف امام اجازه گرفت تو دستگاه هارون الرشید مواظب مظلومین باشه مواظب گرفتارا باشه مواظب شیعه ها باشه کسی نمیدونست شیعه آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما از داستان ها فراوان داره گایی به هارون میگفتن هارون حواست نیست این جاسوسه این شیعه است تو رو قبول نداره هارون امتحانش میکرد مخفیانه لابد شنیده ای تو همون فاصله زمانی که هارون میخواست امتحانش کنه آقا بهش پیام میداد مواظب باش تو این ساعات مثل شیعه عمل نکن یه شکل دیگه هم یادش میداد امام که لو تو دستگاه هارون لو نره نفهم هارون که این از شیعیان آقا ابن جعفر هست به هر ترتیب یه سالی حج مشرب شد بعد از زیارت خانه خدا آمد مدینه رفت در خانه آقا ابن جعفر آ معلومه شخصیت مهمیه معمور از طرف آقا در دربار هارون امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نپذیرفتش راش نداد گفتن آقا تو رو قبول نمی کن. فردا تو کوچه های مدینه آقا رو دید گوه آقا من چه جرمی مرتکب شدم دیروز به اجازه ملاقات به من ندادید ببینید اذن دخول گرفت آقا راش نداد حالا اینجا در بازه من روسیا هم میرم دیگه من روسیه هم میرم کسی نمیگه کجا میایی که آقا موسی جعفر راش نداد آقا من دیروز چه جرمی مرتکب شده بودم شما من راه ندادی آقا فرمود چه جرمی ابراهیم جمال یه آدم از این طبقات متوسط یه شغل پایین دستی شتربان این آقا اومد ملاقات چرا راش ندادی برای چی رفتی تو دستگاه هارون نرفته بودی مواظب مظلومین و گرفتارها باشی چرا نپذیرفتی ملاقاتشو گو آقا اشتباه کردم چیکار بکنم فرمود باید جبران کنی گو آقا چجوری جبران کنم من تو مدینه هم. تو بغداد مرکز خلافت بغداد بوده اونجا من خطا کردم کی برم بغداد حالا شما این مرتبه راه بدید اجازه بدید من میرم بغداد جبران میکنم فرمودن فایده ند اول باید جبران کنی چجوری جبران کنم آسان مفصله شاید شنیده باشید امشب برو بقی آقا بهش برو بقی مرکبی آماده است سوار شو با معجزه با تصرف امام در آن واحد رسید به بغداد در خانه ابراهیم جمال در زد کیه منم؟ کی هستی؟ علی ابن یقدین وزیر هارون ترسید کیه این وقتشم؟ شوخی میکنه من رفتم ملاقات التماس کردم رام نداده حالا اومده در خانه من؟ در رو باز کردید خودشه گو برای چی اومدی؟ گو آقا ابن جعفر من راه نداده ازن دخول گرفتم رام نداد عد خلو یا الله عد خلو یا رسول الله عد خلو یا ملائکت الله عد خلو یا ما اینو میگیم و راه میفتیم سرمون زیر میرزیم میریم عد خلو عد خلو میریم اگه امام حی حاضر بود مچه ما رو میگرفت معلوم میشه چه کاره حالا سرمون زیر میرزیم میریم به باطنمون رجوع کنیم ببینیم واقعا اجازه داریم یا نه گفت رفتم امام موسی بن جعفر اجازه نداده فرموده باید تو رو راضی کنم گفت خب گذشتم گذشتم آقا این حرفها چی بخشیدم برو گفت نه اینجوری فایده نداره گفت بعد چیکار کنم عزیزان ببینید این داستان رو همه نقل کردن آدم گاهی باید اینجوری جبران بکنه باید خودشو بشکنه تا اهل شکستن نباشیم خودمون رو نشکنیم به جایی نمیرسیم هی hey, تکبر هی hey, غرور هی hey, منیت این منم منم ها ما رو بیچاره کرده تو خانمون تو زندگیمون تو برخورد با زن و فرزندمون تو ادارمون تو زیر دستیامون منم منم ما رو بیچاره کرده گفت نه اینجوری فایده نداره بخشیدی نه گفت بعد چیکار کنم به خدا بخشیدم برو گفت نه من میخوابم صورتمو میذارم زمین تو پاتو تو رو صورت من گفت نه من این کار رو نمیکنم امکان نداره گفت تا این کارو نکنی من از در خونت نمیرم التماس کرد او التماس میکرد نیه. گفت تا پاتو رو صورت من نگذاری باید منو ببخشیر حلالم کنی خیالم راحت من اینجا میخوابم کف کوچه صورت و رو زمین تو پاتو بذار رو صورت من آدم بشه وقت برم ببینم آقا موسی جعفر وقتی بگم اعد خلوی یبن رسول الله آقا اجازه میده یا نه پاک بشم هرچی التماس کرد گفت آقا صرف نظر کن من راضی شدم گفت نه 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 به اصرار خوابید پاشو ابراهیم جمال گذاشت رو صورت وزیر هارون که معمور از طرف آقاست گفت راضی شدی گفت بابا راضی شدم دیگه من که از اول گفتم راضی شدم باز با همون معجزه و قدرت الهی تصرف آقا برگشت مدینه فردا که رفت خدمت آقا موسی بن جعفر آقا پذیرفتش اگه دل شکستیم اینجا رامون نمیدن حالا ولو ظاهرا ما سرمون زیر بندازیم بریم اعد خلو اعد خلو اعد خلو اعد خلو و سر چیزی زیر من من روسی ها اینجوری ام اللهم اینی وقفت و تون تون میخونم اعد خلو یا رسول الله اعد خلو بعدم سر من زیر میدازم میرم یا الله آقا مصابن جعفر آقا امام رضا ما شما رو نمیگیره که کجا داری میایی داریم میریم دیگه ولی خودمون به باطنمون ما اگه دل شکستیم اول بریم اون دل شکسته رو راضی کنیم بعد بیاییم از ندخول بعد وارد بشیم یا آقای حرف خوبی میزد میگو من هر چند وقت یک بار از خانمم حلالیت میطلبم و میگم گشاید اشتباهی خطایی دادی فریادی حلالم کن خیلی خوبه خانوما از آقایون آقایون از خانوما هر دو بچه ها از پدر و مادر ها پدر و مادر ها از فرزندان فرقی نداره محبت باشه سمیمیت باشه میایم پابوس امام رضا به همسرمون بگیم خانم اگه ما خطایی کردیمش ما را حلال کن میخوایم با دل شکسته رامون نمیدم حلالمون کن خدا کنه اینجا اگرم تکبری تو زندگی ما هست اینجا اصلاح بشیم اگه اینجا اصلاح نشیم اونجا چوبشو میخوریم خدا رحمت کند مرموم آیت الله حاج رحیم ارباب رزوان الله علی اصفهانی این مرد بزرگ رو میشناسن مرد بزرگی بود مقامات علمی و معنوی فوق یه عزیزی میگم من خودم پای خطبه نماز جمعه ایشون تو اصفهان نماز جمعه میخون اطراف اصفهانیشون گو خودم بودم پای خطبشون این داستان رو از خود این بزرگوار شنیدم از خود این بزرگوار شنیدم میفرمود یه وقتی من از قبرستان تخت فولاد اصفهان رد می شدم یه خیابونی کشیده بودن وسط تخت فولاد دو نیم کرده بودن خیابون کشی که شده بود بعضی از این جنازه ها و سخونا ها جمجمه ها بدن های م... بیرون افتاده بود یه روز رد می شدم دیدم بچه ها یه جمجمه رو گرفتن دارن تو بازی میکنن با جمجمه جمجمه یه بیچاره ای از قبر اومده بالا تو این خرابی و خیابون کشی بچه ها جمجمه رو دارن با توب میزنن گل بازی میکنن با جمجمه خب وظیفه مؤمن این است که اینو بگیره دفن کنه ایشون همون همونجا ایستادم با سر عصا یه جایی چال کردم جمجمه رو دفنش کردم شب تو عالم رویا دیدم یه آقای آمده به خواب من قیافه خیلی خوب مؤمن مذهبی یه پالتوی یا از این شالایی که اصفهانی ها شکری میگن چی میگن یه قیافه پیداست قیافه ما هی و... hey, از من تشکر میگو آقا دست شما درد نکنه خیلی به من لطف کردید خیلی محب گفتم کی هستی تو من چه لطفی به تو کردم گفت من صاحب اون جمجمم که امروز گرفتی از بچه ها بچه ها داشتن باش گل بازی میکردن تشکر میکنم از شما ولی به شما بگم حق من بود که جمجمم اینجوری زیر پای بچه ها بیفته حق من بود چون من تو دنیا مغزم باد داشت تکبر داشتم متکبر بودم اینجا دنیا داره تو عالم برزخ با جسدم با جنازم دارم جورشو پس میدم هم همینجا تمام بشه همینجا تمام بشه حسابا پاک بشه به هر ترتیب اگر اجازه خواهیم بگیریم وارد حرم امام رضا علیه السلام بشیم ببینید من نمیخوام اون درجات بالاشو بگم اینکه بعضی از بزرگان فرمودن وای سین ببینید اشکتون جاری میشه نمیشه اگه اش جاری نشد برگردید سه روز روزه بگیرید اونا باشه مال اولیا اونا باشه مال بزرگان اونا طلب ما اونا رو نمیخواد حالا وای سین التماس کنیم میدونید حالا اینجا زیادم از ما میپرسند جوونا گاهی میگن آقا ما حالا وارد حرم شدیم اشکمون جاری نشد عیب نداره حالا آدم یه وقت حال تذرب و انابه داره یه وقت نداره غصه نخورید یه وقت حرم مشرف شدین اشکمون نیومد گریه نکردیم از موقع اذن دخول اشک ما جاری نشد حالا این باشه مال بندگان خاص خدا ما بدون اشکم بریم ولی باطنمون ببینیم با امام رضا یه وقت مثل علی ابن یقتین دل نشکسته باشیم خیلی کارا هست این جمله دوم فرمود کمال خرد مسلمان به اینه که مردم به خیرش امیدوار باشن مردم از شرش در امان باشن سوم یستکسر و قلیل الخیر من غیره دیگری اگر خدمتی بهش کرد اینو بزرگ بشماره خدمت دیگران رو به خودش بزرگ بشماره اما چهارم نقطه مقابلش یستقل و کثیر الخیر فی نفسه اگر خودش یک کار خیری انجام داد براش بزرگ جلوه نکنه کار خیر خودش رو کوچیک بدونه من بارها گفتم الان از حرم امام رضا برمیگردین دو روز سه روز ده روز یه روز هر چی مشهد مشرف بودیم برگشتیم دیگه فکر نکنیم چرا فرشتگان آسمان در برابر ما سجده نمیکنن چرا درختان کوچه و صحرا در برابر ما تواضع یه زیارت خیلی بزرگ جلوه نکنه کارهای خیر خودمون پنجم لا یسعم من طلب الهوائج از خواسته هایی که مردم ازش دارن حاجتی ازش میخوان مراجعاتی که بهش دارن خسته نشه خسته نشه از رفع گرفتاری مردم با روی باز استقبال بکنه ششم من امروز میخوام این حدیث رو الله به پایان ببرم لا یمل من طلب العلم طول دهرهی از طلب علم و دانش در طول عمرش خسته نشه دیروز اینو مفصل توضیح دادم گفتم زائرین مجاورین مخصوصا زائرین امام رضا مخصوصا جوانای عزیز کنار بارگاه ملکوتی علی ابن موسر رضا در قطعه ای از بهشت هستیم اینجا نسیم بهشتی میوزد اگر کسی باور نداره اینجا قطعه ای از بهشته اینجا نباید بمونه اینجا نسیم بهشتی است کنار بارگاه امام رضا علیه السلام با خود آقا علی ابن مصر رزا عهد ببندیم از اینجا که برگشتیم تو شهرهای خودمون تو محلهای خودمون تو روستاهای خودمون دنبال کسب علم باشیم یه جلسات دینی معرفتی یه جلسه تفسیری نهج البلاغه درس اعتقاداتی بگذاریم این جلسات عمومی خوبه ولی کافی نیست این شش نشانه هفتم الفقر فی الله احب من الغنا امام رضا علیه السلام فرمود هفتمین نشانه کمال خرد یک مسلمان اینه که اگر مقدرش بود فقیر باشه این فقر رو از غنا و ثروتی که از راه غیر حلال باشه از راه حرام باشه فقر رو بهتر بخواد تا اینکه بره از راه حرام یه مالی به دست بیاره الفقر فی الله دیروز مجال نشد اینو من توضیح بدم ببینید یه وقت یه فقرایی هست تحمیلیه دشمن بر ما تحمیل کرده باید در برابر دشمن ایستاد مقاومت کرد یه وقت یه فقری اختیاریه خودمون کوتاهی کردیم خودمون تنبلی کردیم اینا چیز خوبی نیست اسلام این فقر رو مده و ستایش نمیکنه مرد مسلمان باید دنبال کار باشه کوشش باشه تلاش باشه الان خیلی از خانواده ها گلایه میکنن میگن مرد ما میخوابه تا موقع ظهر ظهر از خواب بیدار میشه کم کم سر کار بره حالا آیا کاری انجام بده نده اینا غلطه این فقرا مدح نشده ائمه مذمت میکردن قرآن کریم رو ببینید در یازده مورد قرآن به جای اینکه بگه مال میگه خیر از مال به عنوان خیر یاد میکنه ان ترک خیرا کتب علیکم این آیات وصیت رو ببینید ان ترک خیرا به جای اینکه بگه ان ترک مالا میگه خیرا مال خیره از حلال تهیه بشه آدم دنبال کار و کوشش چرخ اقتصاد کشور اسلامی باید بچرخه صبح زود معنا نداره یک مرد مسلمان تا ظهر بخوابه باید دنبال کار باشه حتی ائمه علیهم السلام گاهی نیاز مالی نداشتن زائرین مجاورین این پیام دینه پیام دین و اشتباه دریافت نکنیم امام صادق علیه السلام پول میدادن به عنوان مزاربه یک کسی بره دنبال کسب و کار امام شریک باشه حضرت میفرمود من نیازی ندارم به این پول ولی نمیخوام این پول راکت باشه نمیخوام از تلاش اقتصادی به دور باشم حتی اگه شما نیاز ندارید حتی اگه بازنشسته شدید دنبال یه کاری باشید یه کار تولیدی یه کار فرهنگی یه کار اقتصادی مخصوصا برای جوانهای ما که میدانید که از بدترین مفاسد بیکاری هست ان الشباب و والجده و مفسدتون للمر ایو مفسده بدترین فسادها تو سه چیزه آدم جوان باشه ولی بیکار باشه این بدترینه مهمترین مسئله برای دولت مردان ما برای پدر و مادرها برای اونایی که دستشون به جایی میرسه کاری میتونن انجام بدن اشتغاله برای هر کسی مخصوصا برای جوان بنابراین یه وقت فقرها اختیاریه اینا خوب نیست یه وقت فقرها بر اثر سوء مدیریت اینم غلطه خودمون سوء مدیریت کردیم پیانبر خدا فرمود انی لا اخاف علیکم من از فقر نگران نیستم ولی از سوء تدبیر اخاف علیکم سوء تدبیر برنامه ریزی ها غلط باشه توی کشور برنامه ریزی غلط باشه مردم گرفتار فقر بشن توی خانه و خانواده برنامه ریزی غلط باشه اول ماه یه جور زندگی میکنه وسط ماه تنزل میکنه آخر ماه دیگه به گدایی میافته خیلی بده دیدید خیلی هم میگن اول ما پادشاهی میکنه همینجور خرج میکنه حواسش نیست بابا ماه سی روزه سی و یک روزه وسطا ماه که میشه دیگه درجات آخر ماه که میفته باید به این غلطه این فقر در اثر بی برنامگی ولی یه وقت نه فقر تحمیلی نیست اختیاری نیست در اثر بی برنامگی نیست آدم تلاششو کرده بازم زندگی نمیچرخه اینجاست تلاش و کوشش کرده اما به هر ترتیب ظاهرا بیش از این مقدرش نیست الان مشکلاتی هست با همه تلاش و کوشش ها زندگی فقیر تو این فقر آدم اگه بسازه امام رضا علیه السلام فرمود این فقر رو باید براش محبوبتر از غنایی باشه که از حرام بخواد تهیه کنه. و تو این بخش مخصوصا خطاب ما به خانمها هست. اگر زنها بانوان گرامی خانمهای مسلمان با تنگ دستی شوهرشون بسازن با فقر شوهرشون با درآمد کم شوهرها بسازن خیلی از مشکلات حل میشه من نمیگم مردا خود به خود دنبال مال حرام نیستن چرا هستن مردانی که خود به خود دنبال حرام خارین ولی شاید هفتاد هشتاد درصدش به خاطر مطالبات زیادی است که تو خانه خانم ها دارن اگه زنها بسازن این مرد بیش از این توان نداره بسازیم با این درآمد کمش بگذارید من این روایت رو بخونم بشارت بسیار بزرگیه خوشا به حال کسانی که مساق این حدیثن خاتم انبیا نور پاک محمد صلی الله علیه و آله فرمود سه دسته از زنها گرفتار عذاب قبر نمیشن سه دسته از زنها گرفتار عذاب قبر نمیشن و فردای قیامت با فاطمه زهرا محشور میشن اگر پیامبر به یک کسی تضمین بده خانم فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشی عذاب قبر نداری کی این سه دسته کیا هستن دسته اول امرأتون صبرت علی عسر زوجها ها اون زنی که با تنگ دستی شوهرش بسازه بازم میگم فقر اختیاری نه فقر تحمیلی نه فقر در اثر سوء تدبیر و بی برنامگی نه مرد همه تلاش و کوششو کرده ولی بیش از این دیگه نمیچرخه اگر زن با این فقر بسازه سازش داشته باشه کنار بیاد این زن فردا قیامت با فاطمه زهرا مشهور میشه سلام الله چون خود بی بی زهرا هم این کارو کرد امیر مؤمنان تو اون ده سال مدینه در اوج فقر بود ولی صدیق تاهره ساخت با این فقر به قول اون استاد بزرگوارمون تعبیر زیبایی میفرمود میفرمود اونقدر فاطمه زهرا این خانه رو آبرومندانه اداره کرد پیامبر در همسایگی این خانه بود خبردار نمیشد که سه روز تو این خانه نان پیدا نمیشه نمیگذاش بابا متوجه بشه پیامبر آمد تو خانه از رنگ پریده بچه ها متوجه شد فاطمه جان چه خبره چرا بچه های من حسن این من نوادگان عزیز من رنگشون پریده از رنگ پریده متوجه شد سه روزه این خانه داره با آب افتار میکنه یعثرون فسهم. انفسهم یطعمون التعام تو همسایگی پدر نمیگذش پدر متوجه بشه آب روداری میکن صدیقه تاره تو این نه سال خیلی آبروداری کرد اوج فقر بودن اونقدر این خانه رو زیبا اداره کرده در اوج تنگ دستی چیزی نداشتم فرمود اگر زنی با تنگ دستی شوهرش بسازه بانوان بانو گرامی زارین امام خدا میدونه چه نقش بزرگی شما در این زمینه دارید که کانون خانواده گرفتار حرامخواری نشه مرد دنبال مال حرام نره مردان اگر دنبال حرام خاری میرن یه درصد بالاش به خاطر فشار است که تو خانه هست شما بسازین با این تنگ دستی بسازید دنبال قرض ها و میدونید قرض هم اول گرفتاریه این قرضهایی که هزار گرفتاری در دریافتشه هزار گرفتاری تو پرداختشه گاهی با این سودهای مصیبت بار 10 میلیون گرفته میگه 30 میلیون دادم هنوز تمام نشده 100 میلیون گرفته میگه 300 میلیون دادم هنوز تمام نشده 300 میلیون گرفته میگه یه میلیارد دادم هنوز تمام نشده 30 درصد سود 34 درصد سود 35 درصد سود اسمش هم گذاشتیم مزارعه و معاملات اسلامی و عقود بله ظاهرش درسته همه ظواهر ظاهر سازی رو درست کردیم برا 300 میلیون تا 1 میلیارد داده میگه تمام نه تازه بیا یه جوری با هم کنار بیایم یه دو میلیارد دیگه بده با هم مصالحه کنیم شما رو ببخشیم چرا مردت گرفتار این وام میکنی؟ برای چی؟ برای تشریفات زندگی، برای تجملات زندگی برای دکور و مبلمانی که غیر ضروریه برای مسافرت غیر ضروری چه میدونم بر اینه که خیلی نقش بانوان پررنگه امرأتون اگر زنی با تنگ دستی شوهری ساخت فرمود فردی قیامت با فاطمه زهرا مشهور میشه عذاب قبر نداره بگذارید داستان دیگری رو بگم شخصی آمد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا گفت یا رسول الله همسر من وقتی میبینه من ناراحتم به من میگه چرا ناراحتی اگر مشکل مالی داری قصه نخور قصه نخور ما با حلال زندگی میسازیم قانعیم به خاطر ما خودتو به حرام نینداز خانم ها تو رو خدا شما به مرداتون بگید شماها بگید به مردا که ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال مال حرام ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال رباخاری ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال رشوه خاری ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال کم فروشی ما راضی نیستیم به خاطر ما انواع و اقسام حرام خاریا که امروز تو جامعه میبینید شماها بگید حجت رو تمام کنید بابا لغمه حلال میاد سر سفره ببینید چقدر مصیبته وای اگر لغمه حرام باشه به قول خاجه عبدالله انصاری جمله قشنگی داره میگه همه مردم نگران آخر آقبتشونن من نگران اولم هستم اگر اول لغمه ها حلال بود آخر آقبت درست میشه لغمه حلال میاد این همه گرفتاریه وای اگر لغمه حرام بیاد شماها بگید ما نمیخواییم به مردانتون بگید هستن بانوان مسلمان و مؤمن و متدینی که وقتی مرد از خانه میخواد بره بیرون بهش میگن میگن آقا داری میری دنبال کسب و کار زور میایی اصل میایی ما راضی نیستیم حرام بیاری سر سفره ما ما راضی نیستیم هر چی بود حلال بیار اگه خودت دنبال حرام خاری هستی خودت جواب خو ما نمیخوایم مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه کیسه قضاشو مهرموم میکرد یه کسی گفت آقا مگه شما بخینید آخه این مهر مهرمون برای چی این نان جوین خشکیده رو کی میتونه بخوره دیگه مهرموم هم کردی برای چی حضرت فرمان برای بخل من نی بخیل نیستم مهرموم کردم یه وقت چیز دیگه ای غذای دیگه ای توش اضافه چون مسیر اینو میدونم نمیخوام غذایی که مسیرشو نمیدونم مصرف کنم خدا رحمت کند مروم آقای آجا مرزای زاهد رزوان الله علیه مرد بزرگ میفرمود در نجف یه آدمی بود دزدی میکرد خب دزدیش خیلی بد ولی یه کار خوبی داشت روزه میگرفت نمیخوام دزدی رو تشویق کنیم دزدیش بد ولی یه کار خوبی داشت اگه آدم یه کار بدی کرد دیگه معناشی نیست همه خوبا رو یه خوبی آرم بذاره کنار دزدی میکرد ولی ماه رمضان روزه میگرفت دم افتار که میشد میخواست افتار بکنه میدید همه اموالش حرامه با چی افتار؟ با مال حرام افتار کنه؟ میرفت تو کوچه بازار به مردم التماس میکرد میگو تو رو خدا یه لغمه حلال بدید من میخوام افتار بکنم مردم هم میشناختنش گاهی بهش نمیدادن میگفتن برو اینم یه کلکه میخوای یه چیز دیگه از ما بگیر گاهی یکی دو ساعت تو بازار نجف میگشت تا یه کسی دلش بسوزه یه لقمه حلال بده افتار نمی کرد یکی دو ساعت روزش اضافه میشد. امساکش تا یه لقمه حلال پیدا کنه با لقمه حلال افتار بکنه نمیخوام بگم دوزی بده ولی حلال خاری خوبه آدم دنبال مال حلال باشه اگر حرام اومد تو سفرهامون هامون ببینید در آشورا سید و شهده علیه السلام اومدن موعظه کنن لشکر کوفه کف زدن بارها شنیده اید فرمود میدونید چرا موعظه منو نمیخواهید بشنوید چرا موعظه ها اثر نمیکنه چرا رو دل ها اثر نمیکنه چرا این قرآنی که قرآن میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبلن به کوه نازل میکردیم رو کوه اثر میکرد چرا موعظه و تلاوت قرآن تاثیر نکرده چرا کلام امام حسین اثر نمیکنه فرمود میدونید چرا ملعت بتونکم شکماتون مال حرام رفته توش دیگه قرآن چی موعظه چی امام حسین چیه اگر زنی با تنگ شوهرش شوهری صبر کرد که کردم نقش اول مال بانوانه الان بانوان محترم میگن من بخش دوم و سومش هم بگید چشم دوم اگر زنی با بد شوهرش بسازه فردا قیامت با فاطمه زهرا محشور میشه عذاب قبر نداره البته میدونید یه وقت حالا اول زندگی نمیشه گفت پنجاه سال با این بد اخلاق با این شوهر بد اخلاق میر میرغذب یه عمری زندگی اما نه یه وقت از این حرفا گذشته خانم نگاه کنه اطراف تو دو تا بچه داری عروس داری داماد داری زندگی دیگه بگذر دیگه این مرد رو حساب نکن مگه همه یه های عالم همین مرد بد اخلاقه ولش کن دلت به بچه خوش باشه دلت به زندگیت خوش باشه دیگه این در مسجده نمیشه بسوزونی نمیشه عوضش کنی نه کاری نمی دیگه بساز دیگه چاره ای نیست ان عذاب قبر از شما بر من این حدیث رو یه جا خوندم یه خانمی بعد از منبر گفت آقا میخوای عذاب قبرم دیگه داشته باشیم چل سالی عذاب قبر بالا سر ما بوده این از ما رو اقرب شب اول قبر بدتر نه 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 دیگه عذاب قبر نداریم البته این مجوز به اخلاقی مردانه میشه ها اینا فکر نکنن چون گاهی مردا میگن خب خوبه ما بد اخلاقی کنیم ما میخوایم زنها به بهش برسن نه لازم نیست و دسته سوم فرمود زنی که مهرش رو به شوهرش ببخشه البته اینم باز مال نه روزای اول حالا گاهی من نمیخوام بگم مهری تضمین ازدواج پشوانه ازدواج اما حالا گاهی میشه مردا رو اوائل زندگی گوشمالی داد اما وقتی حرفا گذشته سی چل سال زندگی اسلام به مرد سفارش کرده مهر بده دینه، بدهی حق فوری بده باید بدی نه بگذاری بعد از مرگ از ارسد بدن ولی به خانما هم سفارش کرده شما صمیمیت و صفا و محبت این هفتم من سه آخر رو در یکی دو دقیقه بخونم و ارزم رو تمام کنم امام رضا فرمود نشانه خرد کمال خرد هشتمین نشانه کمال خرد یک مسلمان و ذل فی الله احب و الیه من العز فی آدم عزت میخواد از طریق دشمنان خدا نخواستیم این عزت مسلمان باید بگه عزتی که از طریق دشمنان خداست نمیخوام نمیخوام پیش دشمنان میخوام عزیز باشم نمیخوام عزیز باشم عزتی که بخواد دشمن به ما بده نه اون عزت ما نداشته باشیم بهتره نهم و الخمول اشهر الی اشها الیه من الشهره شهرتی که بخواد با گناه شهرتی که بخواد در مسیر غیر دینی باشه این شهرت رو نمیخوام بینامی بینام و نشان بودن بهتر از این شهرته هر شهرتیو رو نمیخوایم هر آوازه رو نمیخوایم هر صوت و سیتی رو نمیخوایم آوازه ما به چه قیمتی میخوام مشهور باشم میخوام دیگران منو بشناسن جلوه داشته باشم تو جامعه تو فامیل تو خانواده زربالمسه همه بگن به 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 فلان جوان دختر پسر به چه قیمتی به اینکه با گناه جاذبه ایجاد کنم نمیخوام ناشناس باشم بهتر از این شهرته و دهم ده که به این قسمت اشاره کردیم لا یرا احدن هر کسی رو دید بگه او بهتر از منه خودش رو بهتر از هیچ کس ندانه اگر دیگران بهتر از او هستند مؤمن و متدینن که معلومه اگر مؤمن و متدینم نیستن به ظاهر اهل ایمان نیستن بازم بگه شاید خیر اونها باطنیه من خبر ندارم این آدمی که فکر میکنم من از او بهترم شاید باطن یه کارا خیری داره که من خبر ندارم دیگران را همیشه بهتر از خودش بدانه خدایا به حق آقا علی ابن به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما در آستانه ازانیم روز دوشنبه است تعلق به وجود مقدس آقا سید و شهده امام مشتبا داره اجازه بدید با این سلام به ساحت مقدس آقا عبی عبدالله ارزم رو به پایان ببرم راوی آمد خدمت امام صادق گفت فراوان یاد میکنیم جدتون امام حسین رو چی بگیم آقا فرمودن هر وقت یاد کردید جدمون رو سه مرتبه این حدیث امام صادقه هر وقت یاد امام حسین افتادید سه مرتبه بگید صلی الله علیه یا ابو عبدالله صلی الله علیه یا عب. صلی الله صلى الله عليك يا حجة الله على خلقه يا سیدنا و ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله اونایی که آرزو دارن عرف کربلا بجن اونایی که آرزو دارن اربعین کربلا و جه انا توجهنا و سجمعنا بك بکیل الله و قدمنا که بین یده اجاتنا. یا ب... عقیله بنی هاشم یه نگاه کرد به این بدن پاره پاره نشنا با تعجب صدا زد آیا تو حسین منی دلای آماده هنگام از آن بگم یا نه اجازه میدید از زبان امام زمان بگم السلام علی الشیب الخضیب السلام علی الخد تریب سلام بر اون محاسن غرق به خونت سلام بر اون بدن برهنه تو سلام بر اون صورتی که روی خاک گذاشتی همه زیارت ناحیه یه طرف این جمله طرف پدر مادر ها شهدا مهمان این سفره باشن فرمود سلام و علی من دفنه اهل القرى سلام بر اون آقایی که بدنش سه شبان روز رو زمین مون روستان شینان اطراف بدنش رو جمع کردن اگر کشدن چرا خاکت به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز پدرها و مادرها غریق رحمتت بفرما مراجع علما رهبرمون معید و منصور بدار نصار روح آقا علی ابن موسر رزا ست بلند خند.